دکتر سلام عرض میکنم. خب سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران موصل که تشریف دارن. ممنونم آقای دکتر. یه سوالی آمده، یه خطه: با سلام و خسته نباشید، لطفاً آقای مهری از جناب دکتر عباس میلانی این سوال را بپرسید: چرا و به توصیه چه کسانی آیت الله خمینی را به عراق تبعید کردند؟ حکایت ماهی است و آب، چرا به مثلا برزیل دعوت نکردند؟ عراق به خاطر وجود حوزه های علمیش و عتبات، دسترس خمینی برای هوادارانش زیاد مشکل نبود. با تشکر و قدردانی، اسم ایشون فرام اندیشه، اسمشون بعدا میگم. بفرمایید دکتر. بله، تا اونجایی که من میدونم فرایند تصمیم گیری در مورد تبعید اولا دو مرحله بود. احمد قرائتی اسمشون، آقای قرائتی. به هر حال در وهله اول حتما میدونید که ایشون رو به ترکیه تبعید کردن و هفته پیش کمی در مورد تبعید ایشون به ترکیه و تأثیری که گذاشت در اون چند ماهی که در اونجا در منزل یک افسر اطلاعاتی ترکیه مهمان بودن، در سلوک ایشون گذاشته بود صحبت کردیم. بعد از اون تصمیم گرفتن که بعد از ترکیه تصمیم گرفته شد که ایشون رو بفرستن به نجف. مکانیزم دقیق این حداقل برای من روشن نیست، یعنی سندی که نشون بده چطور این تصمیم گرفته شد برای من حداقل روشن نیست، ولی شواهدی وجود داره. امروز که شما به تاریخ گذشته نگاه میکنید، خب به نظرتون انتخاب خیلی غریبی میاد، همونطوری که بیننده عزیز شما گفتن، رفتن ایشون به حوزه های نجف ایشون رو میتونست تقویت بکنه و بعد اتفاقاتی که بعد افتاد اتفاق میافتاد. ولی اگر خودتون رو در جای مثلا شاه بگذارید در 1964 یا 65، نگاه شاه به ایران و به منطقه نگاه امروزی که نبود، نگاه اون زمان. و در نگاه اون زمان نیروهای شبیه با آیت الله خمینی چه در داخل ایران میون آیات عظام و چه در نجف در میون آیات نجف یه نیروی حداقل بودن، یعنی نه در داخل آیت الله میلانی، آیت الله شریعت مداری، آیت الله قومی، آیت الله خمینی و نظراتش رو چندان برمیتابیدن، فکر میکردن آدم تندرویز. آیت الله بروجردی قطعا با نظرات آیت الله خمینی مخالف بود و گمان شاه این بود که این یه نظریه اقلیتی است و در عراق جذب بقیه آیات عظام خواهد شد و اونها در واقع جمع و جورش خواهند کرد. نه شاه به گمان من، نه سازمانهای اطلاعاتی غرب و صرف قطعاً نه روشنفکرهای ایران در 1965 فکر نمی‌کردن که 15 سال بعد اسلام تبدیل به نیروی سیاسی بشه که شد. شاه خاطرات علم رو بخونید، دائم علم داره در گوش شاه میخونه که من آخوندار رو داغون کردم، من ریشه آخوندار رو زدم، اینا دیگه به قول آقای احمدی نژاد عددی نیستن. حتی وقتی نامه به شاه مینویسن اعتراض میکنن، علم که همه خیلی ادعا میکنن که خیلی هم اتفاقا ایران رو خوب میشناخت و با آخوندار رابطه داشت و نمیدونم خراسانی بود، اون به شاه میگه که جوابشون ندید، اینا عددی نیستن. یعنی نگاه اون زمان اینجوری بود، از با نگاه امروزی و اون تحولاتی که دیدیم چه شد، نباید به این مسائل نگاه کرد. شاه رابطه خیلی نزدیکی در اون زمان با موسی صدر در لبنان داشت. شاه اصلا به موسی صدر کمک میکرد، کمک مالی میکرد، ایران به موسی صدر کمک مالی میکرد. شاه به بقیه روحانیت در ایران کمک میکرد، رابطه داشت، کمک میکرد به راه انداختن
مساجد، کمک میکرد به تأسیس مسجد در دانشگاه تهران، کمک میکرد ساواک به اینکه کسی مثل شریعتی حتما در دانشگاه مشهد نقش داشته باشه و حرف بزنه، برای اینکه هم ساواک، هم CIA، هم انتلیجنس سرویس، هم فرانسویا، همه اینا گمانشون این بود که مذهب ابزاری است در دست اونها برای اینکه چپو که خطر عمده است بزنن. حتی اسرائیلی هم این گمان رو داشتن، یعنی آغاز تشکل‌های حماس در فلسطین و حزب الله، شیعیان حزب الله، شیعیان عمل و آغاز حتی حزب الله، تشکل حزب الله با این نظر اسرائیل هم رو هم سو بود که اسلامی ها علیه یاسر عرفات و علیه ناسیونالیسم، علیه سوسیالیسم نیروی هستن که میتونن کمک بکنن. امروزی که همه متوجهن که اسلامی ها علیه کمونیسم بودن ولی خودشون هم ادعای قدرت داشتن و یک به اصطلاح چالش جدی است. آقای دکتر، طبق معمول دیدگاه های شما رو درباره انتخابات امریکا طلب میکنیم. نیویورک تایمز یه مطلبی نوشته، نمیدونم کی نوشته البته، گفته است که با مواضع خانم کلینتون چه موافق باشیم چه مخالف، این وزیر خارجه پیشین، این عضو اسبق کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، نشون داده که از مسائل پیچیده‌ای که در برابر آمریکاست آگاه است و بر آنها تسلط دارد. ولی به عکس آقای ترامپ ناآگاهی و عدم آشنایی با امور جهانی را ثابت کرده است و بر این باور است که رهبری قدرتمندترین کشور جهان از مدیریت امپراتوری تجاری او با چهار کارنامه ورشکستگی سخت‌تر نیست. بله خوندم. من واقعا فکر میکنم که یعنی آقای ترامپ هر روز هم در مواضعی که میگیره حداقل به گمان من نشون میده که به قول بیحقی ساخته این کار نیست، آماده برای این ریاست جمهوری نیست. ولی آقای دکتر، مثل این که این پشتش به نیروی عامه که ازش حمایت میکنن گرمه. و بله، یه نوع پاپولیزم دیگه، یعنی یه نوع بله. پاپولیزم عوامگرایی. جانم؟ عوامگرایی منظوره. یه نوع عوامگرایی و یه مقداری هم ببینید، یه مقدارم به نظر من یه دی زیادی در آمریکا خب بیکارن، دی مثلا کسانی که دیپلم دارن و بالای دیپلم نرفتن بگیرن و به طور ساختاری غیر قابل استخدام هستن عملا. اینا حاضر نیستن برن توی مکدونالد کار کنن ساعتی 9 دلار بگیرن و چون مثلا خارجی ها میان و اون کار رو انجام میدن، نسبت به خارجی ها از موضع نجات پرستی بد و بیراه هم میگن، ولی خودشون حاضر نیستن برن اون کار رو بکنن. خودشون حاضر نیستن بیان برن تو مزرعه های کالیفرنیا برای کمتر از 9 دلار زیر آفتاب بایستن مثلا انگور بچینن. ولی احساس میکنن اومدن اینها بهشون صدمه زده و فرجی هم ندارن، نمیبینن. این اومده دقیقا رو اونا دست گذاشته، این اومده دقیقا میگه که من مسائل شما رو حل میکنم و آمریکا رو برای شما یا حاشیه نشین ها. بله حاشیه نشین ها، یه مقدار حاشیه نشین، یه مقداری در شهرهای کوچیک آمریکا که شما میرید رانند مثلا سفر بکنید میبینید که بعضی هاشون طرفدارش هستن. من همین هریروز رفته بودم کلرادو، شهر دنور، برای سخنرانی از طرف دانشگاه و یک گروه در واقع طرفداران دانشگاه بودن و توشون چند تا طرفدار ترامپ بود. یکی از منظر همین که خب کلینتون به هیچ وجه قابل قبول نیست، ولی یک چند تاشون از این منظر که
زندگی ماها چی میشه؟ ما آینده ای نداریم، در فلان شهر فلان مقدار بیکاریه، و اینکه بهشون بگی خب درسته این مسائل هست ولی این شخص الزاماً راه حلی برای شما نخواهد داشت. الان یه فاز همون که شما گفتید، یه نوع پوپولیزمیه. بعضی از حرفاش هم واقعا مثل حرفای همون احمدی نژاد دیگه. احمدی نژاد که میگفت یه دختری اومده نیروی اتمی درست کرده، یه بنز گذاشتیم زیر پاش، بله، و مردم هم به چچم میکردن و بعضی هم میگفتن این بهترین رئیس جمهور تاریخ ایرانه. اون حرفای ستایی خاصش بود که یه دی رو طرفدارش میکرد، برای اینکه فکر میکردن که، و حرفایی که من از پابرهنه ها دفاع میکنم، فاسدترین دولت تاریخ معاصر ایران رو داشت، همه دوروبریاش لفتالیست میکردن، همه دوروبریاش میلیاردر میشدن، فراری سوار هستن، همش نه خیلی هاشون، ولی خودش دائم زبان پابرهنه ها رو کار میبرد و چون یه چفیه دور گردنش منداخت همه فکر میکردن که پس این تجسم خلقه، در حالی که ضد خلقی ترین دوران 8 سال رو او ریاست میکرد. یعنی واقعا صدمه ای که زدی به اقتصاد ایران، اون پول هایی که در اون 8 سال پرت شده، یه فرصت تاریخی عظیمی رو از ایران گرفته. 700-800 میلیارد دلار رفته دیگه. یعنی یه دورانی بود که ایران میتونست یه جهشی داشته باشه، ایران میتونست کاملا ترکیه رو پس بزنه، ایران میتونست در منطقه نیروی حاکم اقتصادی بشه، ایران این توان رو داره. ولی هی گفت از ده خانوم رو بیارید اینجا، هی دوره بری سیستم فدایان اسلام رو اجرا میکرد دیگه. من کتاب نواب صفوی رو میخوندم در مورد آینده ایران، 70 سال پیش نوشته، و اونجا میگه که اقتصاد اسلامی اینه که اقتصاد رو از اقتصاددانا بگیریم بدیم به بقال سر محله، بقال مسلمون محله خیلی بهتر مملکت رو اداره میکنه. خب بعضی از این بقالا رو آوردن مملکت رو دادن دستشون، دیدین چه بلایی بر سر مملکت آوردن. همچی کتابی نوشته های دکتر؟ اصلا کتاب درخشانیه برای از لحاظ مطالعه، کتابی است که یه جوری هم جمع جورش کردن، در ایران قابل دسترسی نیست. ولی نواب صفوی کسی است که به گفته آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای، سیاسی شدن نواب آیت الله خامنه ای به قول خودش به خاطر نواب صفوی است. میگن که من طلبه بودم، این اومد در مسجد، در مشهد صحبت کرد، من اونجا دیگه شیفته شدم و وارد سیاست شدم. همون زمان یک کتاب 90 صفحه‌ای نوشته، طرح حکومت اسلامی رو داده، وزارتخونه به وزارتخونه طرح داده. 13 تا اون وقت وزارتخونه بوده، هر 13 تا وزارتخونه رو یکی یکی مطالعه کرده و تقریبا همه کارهایی که دوران احمدی نژاد کردن شما طرحش رو اونجا میتونید ببینید، از جمله اینکه اقتصاد از اقتصاددانا بگیر بده به بقال سر محله، برای اینکه او اقتصاد اسلامی رو بهتر میفهم. تو هر وزارتخونه ای راه حلش اینه که یه صندوق قرض الحسنه درست بکنید، یه نمازخونه درست بکنید، پرچم اسلام رو به جای پرچم ایران یا حداقل در کنار پرچم ایران بگذارید. یک کتاب اساسی و کلیدیس برای درک هم روحیات آیه خامنه‌ای، درک دوزخ جناب، برای درک دوزخ، برای درک اون کارهایی که اینا کردن. و هیچ کسی ببینید، اصلا تعداد کسانی که این کتاب رو خوندن یا بهش نقد نوشتن شگفت اندکه، با اینکه به گمان من یکی از مهمترین کتابایی است که در این سالها نوشته شده و دقت غریبی هم داره. بعدم به هر حال مرده نواب صفوی الان خیلی هاشون مهمترین نقشه رو در جمهوری اسلامی دیگه دارن. 37 سال بعد از جمهوری اسلامی هنوز ما یه بحث کتاب جدی در مورد فدایان اسلام خودشون تعریف نوشتن، یک دو تا بیوگرافی، نمیدونم آقای میخوندم دیگه، دو تا بیوگرافی نوشتن، ولی بیوگرافی هاییست که فقط قصد تعریف ازش داره،
ولی یه بیوگرافی جدی علمی. این چی میگفت؟ این کسیست که در 1951 حدوداً از ایران رفته مصر با از جمله کسانی که باش ملاقات کرده با سید قطب. سید قطب مهمترین متفکر اخوان المسلمینه. سید قطب کسی است که آیت الله خامنه ای 3 از کتاباشو خودش ترجمه کرده، کتاب چهارمش هم اخویشون ترجمه کردن. این 4 از کتابای سید قطب رو برادران خامنه ای در ایران ترجمه کردن در دوران شاه و پخشش کردن و یعنی هیچ کس هم به اینا اصلا توجهی نکرده. اون که اینا چی میگفتن در اون زمان؟ سید قطب خب یه شخص خیلی مهم اسلام سیاسیه. نواب صفوی قبل از اینکه 15 سال قبل از اینکه آقای خامنه ای اولین کتاب قطب رو ترجمه بکنن رفته در اونجا در مصر با سید قطب بیدار کرد. خب چند تا کتاب ما باید در مورد مثلا فلان نویسنده و شاعر ایرانی که همش هم خوبه، من چیز نیستم، اونا رو باید خوند و نوشت، ولی چند تا کتاب در مورد این نوشته شده؟ فقط طرفداراش نوشتن که قدیس نامه است. ولی یه کتاب جدی در مورد این که این چی میگفت، منشأ فکریش کجا بود، شباهت های فکریش با اخوان المسلمین چی بود؟ دریغ از یک مقاله. حتی یه مقاله نوشته شده بود سالهای قبل، بعدم یه بار من یه جایی سخنرانی میکردم گفتم آخه هیچی نوشته نشده، یه کسی برام یه تزش رو نوشت، گفت من یه تز دکترا نوشتم که هنوز متاسفانه چاپ نشده. ولی خیلی کمبود هست در فهمیدن این چیز. من اتفاقا هفته دیگه دارم، یادم اومد الان، هفته دیگه دارم میام نزدیک دیار شما در دانشگاه کلرمانت برای سخنرانی دانشگاهی، سه شنبه هفته دیگه سخنرانیش به انگلیسیه، سه شنبه است، در مورد ترجمه های آقای خامنه ای از سید قطب و شباهت هایی که بین نظرات این دو نفر وجود داره. اصلا برای من عجیب گویای این بوده خوندن این کتاب ها و خوندن کتاب نواب و خوندن چیز دیگه که چقدر ما کم میدونستیم در مورد این شبکه و در همتنیدگیشون و همخوانی هاشون در کنار برخی تنش هاشون. دانشگاه کلرمونت، کلرمونت کالج، کلرمونت کالج. سه شنبه چه ساعتی هایی دکتر؟ سه شنبه ساعت 4 فکر کنم. 4 بعد از ظهر. راه میدن؟ بله، جلسه عمومیه. جلسه عمومیه. بله. آقای دکتر، یک تحقیقی شده است در مرکز دانشگاه جورج تاون در واشنگتن که نشون میده که ارزش دلاری نهاد مذهب در ایالات متحده سالانه در حدود 1 تریلیون و 1.2 تریلیون تریلیون است، یعنی بیش از مجموع درآمد کمپانی های غول پیکر تکنولوژی نظیر گوگل، اپل، آمازون و و. بله، خیلی نهاد عظیمیه. بله، ملاحظه فرمودی این خبرش رو دیگه؟ اون رو نخونده بودم، نه خیر، ولی تعجب نمی کنم، برای اینکه شما مثلا همین کلیسای کاتولیک رو ببینید، بعضی از این ایوانجلیکا رو ببینید، بعضی از اینا سالی 200-300 میلیون دلار، مثلا یه آدم خیلی ساده ای، یه خانمی بود با شوهرش به اسم تمی بیکر، آقا و خانم بیکر، اینا اگر عکسشون رو پیدا کنی از قیافشون معلومه که اینا چند مرده حلاجن و چند زنه حلاجن، ولی سالی نزدیک 150-60 میلیون دلار از ملت وضع میکردن. وضع میکردن، بله، وضع میکردن. خب مثلا یکیشون اومد پای
تلویزیون یه وقتی گفت که من میخوام یه دانشگاه را بندازم و 40 میلیون دلار کم دارم، اگر 40 میلیون دلار تو فکر کنم رقمش حالا یادم نیست، تا یه هفته دیگه اگه به من 40 میلیون دلار از طریق تلویزیون کمک نکنید خدا منو میبره میبره. خب یه دیگه هم دادن دیگه. آقای دکتر، تنها 20 مؤسسه خیریه بزرگ آمریکایی که اساس مذهبی هم دارند در مجموع 46 میلیارد دلار درآمد دارند. از میزان درآمد حاصل از مذهب در ایران آمار دقیقی در دست نیست، اما در آماری از کمک‌های مردمی در ایران یک مقام کمیته امداد امام خمینی در اردیبهشت سال 91 اعلام کرد که ایرانی‌ها ماهانه 15 میلیارد تومان به صندوق صدقات می‌ریزند. خب ایران چند جور پول جمع می‌کنه؟ بله، یه سری رسما می‌گیرن حساب صد و نمی‌دونم حساب اون پولایی امام. که از بودجه میاد میره سهم، بله سهم امام یه جوری اونجوری می‌گیرن، بعد هر کدوم از این اوقاف خودش یه ثروت عظیمی است. یعنی آستان قدس رضوی در زمانی که علم رئیس دربار بوده میگه سهم شاه اون زمان به عنوان، چون شاه نایب تولی، یعنی تولیتش با شاه بود، نایب تولیه نماینده شاه بود، که یه زمانی هم یکی از دایی‌های من سید فخرالدین شادمان بله بود. اون وقت فکر کنم رقمی که میگه اون زمان 15 میلیون تومان بود و به الان چندین صد برابر شده، برای اینکه گسترده کردن فعالیتشون، در همه چیز فعالیت میکنن و به هیچ کس هم حساب نمیدن، مالیات هم نمیدن. تو آمریکا هم مالیات نمیدن، تو آمریکا هم بنیاد غیر انتفاعی مالیات نمیده، ولی تو آمریکا اگر بنیاد غیر انتفاعی مذهبی هستین دیگه حق دخالت در سیاست ندارین، ولی در ایران کسی دیگه حق دخالت در سیاست نداره. آقای بهروز مشکینیار میگن به این صندوق های صدقه میگن گدا آهنی. گدا آهنی. آقای دکتر، روز جهانی خودکشی در ایران در روز برگزاریش اعلام شد که اونها که خود را میکشند دلیلش این است که نتوانستن حرف خودشون را بزنند. حدود 18.5 میلیون نفر از جمعیت ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم نوعی از مشکلات مرتبط با اختلالات روانپزشکی در رنجند. این در حالی است که بسیاری از اختلالات روانی به دلیل هزینه‌های بالای آن در سطح جامعه به صورت مخفی باقی می‌ماند، چرا که هزینه‌های بالا باعث عدم مراجعه بیماران به مراکز درمانی می‌شود. افرادی که قبلاً سابقه اقدام به خودکشی داشتند مستعد اقدام دوباره برای خودکشی هستند. شانس اقدام دوباره به خودکشی در این افراد 20 برابر بیشتر از سایر است. خیلی اصلا جامعه رو دارن نمی‌دونم چی میگن زیرابش می‌کشن. خب ببینید، وقتی این همه بیکاری باشه، وقتی این همه بی اخلاقی باشه، وقتی این همه استراب باشه، وقتی نابرابری باشه، وقتی عدم دسترسی به روانشناس باشه، همه اینا رو که کنار هم میزنید، خب یه جامعه متاسفانه مستعد این نوع روانپریشی ها هست و تو جوامع دیگه هم هست البته. یعنی من فکر می‌کنم برای اینکه آدم واقعا دقیق‌تر بتونه چیز کنه باید مقایسه بکنه. جوامع مرفه هم با مسئله خودکشی مواجه هستن. بله سوئد، بله سوئد خب شاید به یه روایتی بالاتری نشه، ولی می‌دونید تو ایران من فکر می‌کنم اون بهای اصلی حتی فقط در خودکشی‌ها نیست، بهای اصلی اون افسردگی است که در جامعه در سطح وسیع‌تری
اون استرابی است، اون خوابهای آشفته است، اون خوابهای و بالاخره وقتی همه اینها به یک مرحله میرسه فرار مغزها دیگه. و یه روایتی سالی 60 میلیارد دلار ایران از فرار مغزها صدمه میبینه. یعنی اینها همه رو کنار هم میذارید واقعا یه جامعه متاسفانه بحران زده است. از استنفورد از راه دور آدم نگاه میکنه میتونه در موردش صحبت کنه، ولی اونجا که آدم زندگی باید بکنه، من کاملا میفهمم از بعضی از دانشجوهامون که میان، از بعضی دوستانی که از ایران میان، که فشار زندگی روزمره در ایران واقعا چقدر سخته. و ملت شگفت‌انگیزی هستند، ملت ایران واقعا آدم در مقابلشون سر تعظیم فرود میاره که به رغم همه اینها به هر حال هنوز شادیشون رو میکنن، سعی میکنن کنسرتشون هم یه جوری راه بندازن، اگر رسمی نمیشه زیرزمینی راه بندازن، پیکنیکشون راه بندازن. و اون سنت شادی ایرانی رو به رغم منادیان غم حفظ بکنن. آقای دکتر خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون. وقت ما به پایان رسید و پرسش های ما بی پایان. خیلی ممنونم ازتون بار دیگر. امیدوارم که موفق باشید هرچی بیشتر و باز هم در خدمتتون باشیم. خدمت از بنده است طبق معمول. خیلی ممنون و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودن.